سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما ما رو دارین از کانال کریپتو فانده در یوتیوب تماشا میکنید امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تهیه کردم لذت برده باشین این ویدیو 65 امه و تا اینجا به حمایت شما ما تونستیم بیایم جلو و اگر خواین از ما حمایت بکنید میتونید از لینک زرین پال یا آدرس کیف پول اتریوم که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب به اشتراک میذارم استفاده کنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شبکه های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما اول در یوتیوب و سپس در آپارات به اشتراک گذاشته میشه و در سایر شبکه های اجتماعی هم شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین صفحه اینستاگرام ما رو دنبال بکنید اطلاعات ویژه‌ای رو اونجا به اشتراک میذاریم آدرس اون رو میتونید از توی سایتمون ثروتیار.com به دست بیارید توی این ویدیو میخوام در خصوص انتخاب بهترین رمز ارزها یا ارزهای دیجیتال در سال 2020 -20 صحبت کنم ویدیویی که مدت ها بود بهتون قولشو داده بودم و میخوام به نوعی به شما کمک کنم تا یک سبد سرمایه گذاری خوبی رو بچینید و بتونید از این مارکت نهایت استفاده رو ببرید پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید مثل همیشه بحث سلب مسئولیت از این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و قطعا اگر شما بخواین به صورت حرفه‌ای در این بازار معامله کنید باید ریسک معاملگری رو کامل بپذیرید و از این محل هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست ما فقط داریم به صورت رایگان به شما این مطالب رو آموزش میدیم خب من توی این ویدیو میخوام متدولوژی که برای انتخاب این کوین ها استفاده کردم و برای شما توضیح بدم و آمار کاربردی که بر اساس اون میخوام کوین سلکت بکنم رو بهتون ارائه کنم و در نهایت, نهایت و در نهایت یه لیست کوتاهی از رمز ارزهای برتر رو میخوام بهتون بدم که بتونید از بین اینها انتخاب بکنید به اضافه اون چیزی که خودتون در نهایت بهش میرسین خب قبل از اینکه وارد بحث اصلی اون بشم اگر به موضوع کریپتوکارنسی علاقمند هستیم و تا الان عضو کانال ما نشدین پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکنید سابسکرایب شین دکمه زنگوله فشار بده تا از آخرین اخبار و اطلاعاتی که براتون تهیه میکنم و به اشتراک میذارم زودتر از بقیه مطلع بشین نحوه اطلاع رسانی هم به شما از طریق یک ایمیل اتوماتیکی که هر وقت من یه ویدیو رو آپلود میکنم برای شما به آدرس ایمیلتون ارسال میشه روش بررسیمون یا همون متدولوژی کار به این صورته که ما تعداد تقریبی رمزارزها و ارزش بازار رو در یه ویدیوی به نام کوین مارکت کپ در دو قسمت کامل که قابلیت های ویژه این سایت توضیح دادم با هم دیدیم یه چیز حدود تا کوین هست و مهم اینه که از بین اینها من چجوری میتونم یک کوین خوب رو انتخاب بکنم در ادامه ما میخوایم به این مسئله بپردازیم خب پس اولین مرجعی که برای ما مهمه سایت کوین مارکت کپه که خب من تو اون ویدیو کامل توضیح دادم دیگه نمیخوام توی این, مس... تو این ویدیو به اون بپردازم پیشنهاد میکنم حتما از اون سایت استفاده بکنید و بهتون اطلاعات مناسبی رو ارائه میکنه در ادامه بحث مفهوم ارزش بازار ببینید همین ارزش بازار که تو بورس دارید که میگین مثلا امروز انقدر پول جدید وارد شده یا انقدر کل کپیتال مارکت میارزه اینجا هم همین هست یعنی یه چیزی به نام ارزش بازار وجود داره که از جمع جبری ضرب تعداد کوین یا توکنی که تو بازار هست در قیمت هر کدوم به دست میاد یعنی بیت کوین ضبط داره تعداد کوینی که تا الان استخراج شده به علاوه اتریوم در تعداد کوینی که تا حالا استخراج شده به اضافه ریپل که ماینبل آن ماینبل بودنش مهمه که تو همون سایت کوین مارکت کپ توضیح دادم ضبط داره تعداد ضبط قیمتش که و همینطوری این سری ادامه داره تا آخرین کوینی که ته جدول کوین مارکت کپ هست. جمع جبری اینا ارزش کل بازار میده. و یه لیست کوتاه رمز ارزهای برتر این بر اساس این داستان یعنی بر اساس ارزش بازار میایم کوین انتخاب میکنیم یعنی میگیم اونهایی که ارزش بازاری بیشتری دارن و تونستن سهم بیشتری از بازار به خودشون اختصاص بدن عملا تاثیر بیشتری رو توی مارکت دارن توجیهمون هم اینه که شما تو بورس یه شاخصی داریم به عنوان سهمایی که بیشتر دیده شده سهمای شاخص ساز حالا اینور چه اتفاقی میفته توی کریپتوکارنسی کوینایی داری که ارزش بازار بیشتری دارن و این ارزش بازار بیشتر کمکشون کرده که توی اکسچنج های بیشتری لیست بشن خرید و فروش توش ساده تر باشه روی بی تی اما بیت کوین تلر ماشینا یعنی خودپردازهای بیت کوینی بعضا لیست شده باشن روی کیوس دستگاه های کشلسی که امکان مبادله این کوین ها و توکن ها رو فراهم کرده اونجاها لیست شده باشن پس بیشتر دیده میشن و بیشتر بهشون پرداخته میشه تا یه کوین که اصلا کسی نمیدونه این بابا کیه چیه از کجا اومده و ما بر اساس این دست بندی اقدام به ارائه یه لیست کوتاه کردیم که در, نها... در این ویدیو یکی دو تا نکته ویژه هم بهتون میگم که بتونی سبدتون یه سبد دقیق تری بنویسید بررسی ارتباط وابستگی بین رمز همون داستان کوریلیشنه که برای این هم یک ویدیوی جداگانه تهیه کردم توی کانال یوتیوب ما میتونید پیدا کنید خیلی نکته مهمی هست شما وقتی که بازار مثلا تو بورس من مثال بورسیشو بزنم چون احتمال میدم کسی که اومده دنبال کریپتو کارسه قطعا تجربه بورس قبلا داشته شما وقتی که داره بازار قول معروف گاویه داره خوب رشد میکنه سبد سهام تو میای سهمایی رو انتخاب میکنی که کوریلیشن خوبی با شاخص داشته باشن روزای سبز و بازار اینها هم خوب دارن میرن بالا ارزش پورتفوت هم میاد بالا روزای منفی برعکسش ها یعنی زیاد هم یه دفعه میبینی مثلا یه دفعه همه سبدت قرمزه اما نکتهش توی چیه چون ترن، ترند ترند مثبتیه شما این ریسک رو میپذیری که کوریلیشن قوی تری رو با شاخص برقرار کنی همین اتفاق هم توی کریپتوکارنسی میفته وقتی که شما از کوینای استفاده کنی که حالا یا تو حالتی که بازار داره رشد میکنه ارتباط قوی تری با بیت کوین داشته باشن عملا پورتفولت رشد میکنه حالا به خاطر اینکه ریسک تو مدیریت بکنی هم یکی دو تا از این مثلا استیبل کوین ها استفاده میکنی که در خصوص استیبل کوین ها یه ویدیو مفصل ساختم توی کانال هم به اشتراک گذاشتم جزو ویدیوهای محبوبه کانال ما هم هست حتما اونا رو ببینید چون داستان های این که شما بتونید نوسان گیری کنید بدون اینکه کارمز زیادی پرداخت کنید برای اکسچنج به ریال و دوباره بزنید و تو اون تشریح کردم پس متدولوژی ما شد بر اساس بیشترین ارزش بازار بریم جلو ببینید آمار کاربردی خدمتتون میگم کل مارکت کپ در تاریخ 6 جولای 2020 که این پرزنتشن رو داشتم برای شما آماده میکردم 264 میلیارد دلار دلار امریکا ارزش داشته حالا تو این طبقه بندی نگاه کنید 10 تا ارز اول یعنی ده تا کوین و توکن اول بازار 87 درصد ارزش بازار به خودش اختصاص داده یعنی 229 از این 264 میلیارد 229 میلیارد ارزش بازار فقط برای 10 تا کوین اوله وقتی که دامنه تحقیقمون رو بزرگتر میکنیم 20 تا ارز اول 92 درصد ارزش بازار رو میگیره یعنی یه چیز حدود 5 درصد اینجا رشد کرد 30 تا ارز اول 95 3 درصد رشد کرد 50 ارز اول 96 درصد ارزش بازار به خودش اختصاص میده 1 درصد رشد کرد پس ببینی شما در دو تا طبقه اول و دوم یه چیز حدود 92 درصد ارزش بازار دارید و این یعنی اینکه اصل داستان در بیستای اول اتفاق میفته اما سبدی که من میخوام بهتون پیشنهاد بدم در اسلاید بعدی ترکیبی از اینها هست در نظر داشته باشین که در همین تاریخ 6 جولای 2020 بیت کوین به تنهایی با قیمت 9261 دلار 170 میلیارد ارزش بازارش بوده که میشه 64 و نیم حدودا 64 و نیم درصد کل کریپتو ارزش کریپتوکارنسی به خودش اختصاص داده اتریوم 9.7 هم ریپل 3 درصد و بقیه این چقدر 5600 700 تا کوین بعدی حدود 22 درصد ارزش بازار به خودشون اختصاص دادن حالا شما میخوای از این بازار توی حالت گاوی که بخواد رشد بکنه منافع خودتو بگیری بیای بیرون منطق میگی که به جایی که بری سراغ اون ارزای پرت و پلایی که مثلا ده هزار تا شاید مثلا یه سنت هم نشه بیا بری پورتفوت درست بچینی بری رو ارزهای با ارزش سرمایه گذاری کنی توی اسلاید بعدی بله تو همین اسلاید لیست کوتاه یه شورت لیستی من دارم به شما پیشنهاد میدم میگم از اون دهتای تای اول که تو اسلاید قبلی بود ردیفه اول ده تا رمز اول که 80 درصد ارزش بازار به خودش اختصاص داده شما 60 درصد پورتفوتو بذار تو این 60 درصد ارزش ریالی یا دلاری پورتفوتو بذار روی این 30 درصد ارزش الباقی پورتفوتو بین دهمی ده تا بیستمی یعنی یازده دوازده سیزده تا خود بیست انتخاب کن و در نظر داشته باش که توی همین بیستای اول شما چند تا استیبل کوین داری که اونها رو از تو دلش باید در بیاری تو استیبل کوین ها اینجوری نباید سرمایه گذاری کنید اون ویدیو استیبل کوین رو ببینید که مفهومش رو بفهمید دقیق و در نهایت حد اکثر ده درصد ارزش پورتفولیوتون رو بین کوین و توکین هایی که از 21 رتبه 21 شروع میشن تا رتبه 50 سرمایه گذاری کنید چرا گفتم حد اکثر چنی اون 63 میشه 90 اینو مثلا میتونی 5 درصدش رو بذاری میخوام بهت بگم 5 درصدش هم تو آی او میتونی شرکت کنی حالا اون آی او ها چقدر سودای فوق العاده ای داره آر آی بالایی ای داره و به همین خاطر پیشنهاد میکنم که اون ویدیو مجموعه ویدیو آی او رو کامل ببینی چون مفاهیم خیلی خاصی رو من اون تو بزب... یعنی میتونم به جرئت بگم کامل ترین مرجع به زبان فارسی در خصوص آی سیو. همین ویدیوهایی که توی کانال در دسته بندی من به اشتراک گذاشتم و از اونها به عنوان مثلا این ده درصد رو بکنیم مثلا 5 درصد یا هفت درصد یه مقدارم ببری تو آیسیا آیسیا ریسک های بالایی داره ولی ریسک و ری... میگن ریسک هر که بامش بیش برفش بیشتر ریسک و ریوارد با همه یه مقدارم اونجا میتونی ریسک زیادی انجام بدی که یه مقداری با این مفهومه بیشتر آشنا بشی ترکیب سبد بر اساس ریسک پذیری شما متفاوته یعنی این 60 ده یا همون پنج پنجی که به آی, آی سی او اختصاص میدین میتونه بر اساس ریسک پذیری شما متفاوت باشه شما بگید من نصف ارزش پورتفولیوم میارم تو دهته ده ده اول و مثلا 30 درصدش میبرم توی این 20 درصدش میذارم تو پورتفو اصلا توی مثلا 20 50 و اصلا تو آیسی شرکت نمی‌کنه. پس درجه ریسک پذیری شما ترکیب سبد میتونه متفاوت کنه اما پیشنهاد ما برای آدمی که ریسک نرمال میخواد بکنه 60 ده که حالا این دهم هم با همون توضیحی که خدمتون گفتم قسمتیش برای آیسیو میتونه تقسیم بندی بشه این بهترین ترکیبیه که میتونه شما رو از رشد بازار منتفع کنه اما نافی این مسئله نیست که شاید یک کوینی در رتبه 500 باشه ولی چون آینده داره یه دفعه از 500 بیاد مثلا بشه 300 درسته ارزش دلاریش خیلی رشد نمیکنه یعنی خیلی ارزش کوینه خیلی یا توکنه خیلی کمه ولی رشدش رشد خوبی همون داستان بیس لگاریتمیه تو تحلیل تکنیکال که اینجا مفهومش خود نشون میده و خب اینا جز استثناعات بازاره که برای کسایی توصیه میشه که حالا یه مقدار ریسک پذیرترن میان میرن سراغ آی او ها یا اینجور توکن ها در نظر داشته باشین که وقتی توکن اسمش هم پرت و پلا میشه خیلی اسمای عجیب و غریبی یا اینکه مثلا با خیلی معروف نیستن یا مارکت کپ کمی هم دارن تو اکسچنج خیلی کمی هم لیست میشن و خب خیلی هم موارد بوده که جمع کردن و رفتن و هیشکی هم بهش هیش پولی خورده شده و رفته خب به خاطر اینکه شما یه ریسک متعادلی کنید من این ترکیب رو پیشنهاد بدم اما نافی این مسئله نیست باز تاکید میکنم شما میتونید از کوین های خارج از این 50 تا هم استفاده کنید که بعضا میتونه بازه خوبی داشته باشه بعضی موارد هم بوده که تعدادشون هم کم نبوده با کلاهبرداری یا اینکه اصلا صفر شدن پول سرمایه گذار همراه شده امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین اگر لذت بردین حتما لایک کنید سوالاتتون زیر این ویدیو در یوتیوب کامنت کنید برای ما یادداشت کنید من به تمام سوالات شما پاسخ میدم برای حمایت از ما میتونید این ویدیو رو در سایر شبکه های اجتماعی به اشتراک بذارین برای دوستاتون و علاقمندان به این حوزه ارسال کنید آن اونها رو با این مفهوم آشنا کنید و این کمک شما ما رو دلگرم میکنه بتونیم ویدیوهای بیشتری برای شما بسازیم وقت بیشتری بذاریم و امیدوار باشیم که مخاطبین ما از این ویدیوها استفاده میکنن اگر تا الان عضو کانال ما نشدین همین الان روی لوگو فشار بدین سابسکرایب شین و دکمه زنگوله فشار بده تا از آخر اخبار و اطلاعات با خبر بشید دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع هم برای شما اینجا کارت میکنم امیدوارم که ازش لذت ببرید ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار